د هیواد امنیتي ادارو مسؤلینو پلازمینې کابل کې په یو خبري کانفرانس کې د خبرو پر مهال طالبانو یو ورانکاره ډله یاده کړه او زیاته کړه یاده ډله د پخوا پرتله د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه القاعده او لشکرې طیبې ډلې سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. روابط بین طالبا و گروپ های تروریستی خارجی به مراتب بیشتر شدن نسبت به گذشته. روابطشان با القاعده، با تحریک اسلامی ازبکستان، تحریک اسلامی ترکستان شرقی، لشکر طیبه و دیگر گروپ ها به مراتب بیشتر شده و در سرد ازیستن که از این گروپ ها در جنگ هایی که در افغانستان صورت میگیره بیشتر از پیش استفاده کنند، که این مثال هایش ما در بخش های مختلف در هلمند، در بدخشان، در پکتیا و پکتیکا و دیگر بخش ها داریم. پا همده کانفرانس که در کورنه و چار وزیر مسعود انرابی در خپل خبرو پر محل ویل چه طالبان و در امریکا متحده لتون سره در حکر ورست خپل بریدون در تیر پر پرتله زیاد کردیدی. نو موړی زیاته کړه چې دوی په همدې موده کې 3100 بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې د ګڼ شمېر بېګنا هېوادوالو ژوند یې اخیستی دی. نو موړی زیاتوي که څه هم دغه بریدونو د ځینو مسؤلیت طالبانو نه دی منلی خو د زونه یې منلی، خو په دې کار سره هېڅکله ځان نه شي خلاصولی. خب طبعا طالبا با استفاده از فرصت یک حمله را مسئولیت میگیرن، یک حمله را مسئولیت نمیگیرن. طالبا بیشتر از 3500 3800 حمله که بعد از امضای توافقنامه بالای مردم افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور داشتن، این هم نه اعلامیه دادن که ما چنین حملات را شروع میکنیم، نه مسئولیتشان را میگرفت. دیگه همه ازی به این ماناست که جز موهیله و نیرنگشان است به خاطر تداوم جنگ، به خاطر تداوم کشتار مردم افغانستان، و نمیتونن با چنین اعلامیه ها و ادعاها جرایم و جنایاتی را که مرتکب میشن علیه مردم افغانستان از او انکار کنن. بلخوالوی درستیز بسم الله وزیری پا دی کانفرانس کی ویل چه افغان زباکون زمکنی و هوایی بریدون و پترس کی طالبانو تا درنه مرجوب لادولی او موږ هر ډول دفاع ته چمتو یو. نوموړی زیاته کړه طالبانو غزنی چې د فرهنګ مرکز دی بریدی وخود چې د افغانانو د هویت او فرهنګ مخالف دی. په ډېر دقت سره په دښمن باندې یرغلیز عملیات پیل کړي دي، او چې ویلی شو موږ دغه یرغلیز عملیات په بدخشان، اروزګان، بلخ، فاریاب او په پکتیا کې اجرا کړي چې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده. د دې ارقام روزمره د موږ ویندویان د ژورنالیستانو محترمو د مطبوعاتو کورنۍ سره شریک کړي دي. الحمدلله نسبتا د موږ تلفات د امنیتي ځواکونو لږ دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت په هېواد کې طالبانو او نورو وسله والو ډلو لخوا بریدونه زیات شوي دي.